خب برعکس بیبی بوی الان دقیقه دو سه ویدیو بذار بگم داستانش براتون چیه آقا امروز داستان ویدیو راجع به هاست و پول و گلدیگری و مهریه و کیپ خرج بکنه تو رابطه دیت کلا راجع به پول بین دختر و پسره اینو من یه سری نظر دارم میخوام راجع اونو صحبت کنم گفتم دیگه یه آدم مؤدب بیارم که چون من خودم یک عصبی میشم چیزا رو بهش فکر میکنم یه آدم بیارم که آروم باشه منم آروم کنه با هم دیگه بتونیم راجع به خوب صحبت کنیم ببین این سایت من غلط زیاد بگم من نمیدونم چرا اپیزودایی که من با تو میام تایتلاش سوخته برای من برای تو روش سوخته من سوخته نمیشد نظر راجع شهر بازی گیم اون چیزا رو به زن پول سکس موتور هزار رو برایش آورده اینجا تایتلیا حالا بله ولی بله در خدمت هستم حالا برای بله بله قبضی قزگ... که مثلا من هیچ نمیخوام من هر چیز میخوام تو بپرسم تو نظرت با مهریه چیه؟ مهریه باشه نباشه؟ یه دقیقه اجازه بده لاجیکلی برنامه این برنامه یه جوری باید پیش بره که خورده مکسنس بکنه تو که زن داری و بچه داری چرا اول نمیگی؟ چرا یه آدم کسخلی مثل من که از ابوغلیه باید اول این چیزها رو بگه تو زن تو تو مگه؟ ایرانی زن داری میشه بگو پس من یه داستان بر تعریف کنم که جالب باشه میشه سکس سکست نام باشه که کششش که این هنش داشته من با هم کاری نمی لطفاً قانون های یوتیوب را یاد کن با با من و النا با هم نماز میخونیم یوتیوب و همه و خنده صحبت میکنیم همه آدم ها رو دوست داریم اهیشی بدم نمیاد دنیا یوتیوب دنیا یوتیوب يوتوب... خاکستنگ یه چیز دیزاین کرده دنیا دنیا چیزی از عروسک سورتی <تصفح> هم آخه تو میگه میگه هر چی میخوای بگی بگو پول نمیدم ما اینا ما میگیم آقا من میگم آقا بذار از اینجا شروع کنیم شما اومدی تایتل به ما من مهریه من در موردش صحبت دارم میشناسم خب صحبمش... بس, بس, بس بگم ولی ده. میخوام اول یه مرد زنده مثل تو که تجربه قشنگ اینتراکشن داره با این قضیه حرف بده ببین من خب تو زندگیم دیده بودم هر کسی که خره و میره تو این داستان مهریه یه جا دهنش سرویس شده یعنی اگر واقعا یارو تو پاچش نرفته بود دیگه هفته یه بار ماه یه بار زنه یه تیکه میندازه بابا من اگه ب... مثلا بهت گفتم یه دونه فلان چیزو بخره یک هزارم مهریمه این هم نمیتونی بدی یا مثلا یه کاری نکن پاشم من مهریم بزنم به اجرا یعنی اگر هم نکرده باشه تو چونه یارو اینجوری دمه درش داره میمالتش اینجوری تو احساسش میکنی اینجوری موی باستنه روی فلان خانومه هست روی دیلدوی خانوم بعد Uh, مصالح من گفتون که خب من هیچ وقت با این موضوع نمیرم توش اصلا فکرش هم نکن. بعد یه دوستو داشتم که همیشه روش صحبت میکنم هم 7 سال دوست بودیم و خیلی آدم واقعا بیخود و مزخرفیه. کلا اون نگوفته بود اینو. بعد تعریفش میکنم یواش یواش. Okay. Uh, خیلی آدم راجعش زیاد حرف نمیزنم ولی مثلا تو ویدیو اگه مثلا بخوام راجع به آدم بد صحبت کنم بچا یاد بگیرن عکسش هم بفرست. تو رو خودت داش نشی. <تصحبت> <تصحبت> دارم عکس دخترش هم دارم بعد میفرستم. مرسی عزیزم بگویید. بعد این, این دختر اومد شروع کرد که آقا من مثلا مهریه میخوام و اینا بعد من خواهرم که ازدواج کرده بود مهریش نمیدونم چند بود مثلا سه هزار تا سکه طلا بود خب کسی تو این مایه ها ولی خب چرا ما خانواده درست حسابی هستیم از این کندوازی نداریم وقتی خواهر من با یارو جدا شد اصلا حتی یه بارم به یارو نگفت مثلا مهریه چی با هم بودن گفتن که گفتن نمیخوایم با هم باشیم از هم جدا شدن رفت طرف خودش رفت طرف خودش یعنی اصلا حتی یک بار هم صحبت مهریه حتی تو خانواده ما نیومد بالا مثلا من زمزنم... نداشت این تعداد سکر این میگم دیگه برای چوسیه توی ام... چی فراتر از چوسیه حالا برو جلو برای چوسیه توی مثلا همون عقد و اغدو... عروسی انفا بعد ام... من این دختره که مثلا چیز بود اینو میدونست خانواده هم همه آماده که آره ما دختر رو اونو مثلا این هم میبینیم دیگه هر چی که باسه صدف جون نوشتن همون واسه ما هم اوکیه بگم خب ما دقیقا صدف جون مثلا باشیش پره بدید شما سگ کی باشی خلاصه من گفتم که نه من نمی کنم این کارو هر کاری که کار گفتم نه ببین دختر شما عروز روز بهم دوست شدین ما رو سرویس کرد با عدد 9 من عدد 9 مورد علاقه من عدد 9 مورد علاقه گفتم من بهش نه تا سکه میدم به خاطر آ... چون میگفتم رسم و رسومه گفتم آخه رسم و رسوم زشت نکنیم گفتم خلاص اگه رسم و رسومه من نه تا سکه میدم هم یه چیز دینی مطمئنم بهش واسه میتونیم بکنیم بگیم نه تا فلان چیز تو اینم عدد نه تا عدد مورد علاقش بیاریم توش اگر میخواین چیز بکنین پلان دارین میخواین کونه من بزنین نمیدونم میخواین چوسی خفنی میخواین یه میلیارد سکه طلا من که ایران برا نیستم من که به شما هیچ وقت این پول رو نخواهم داد پس اگه قراره یه کاری بکنیم که مثلا بیمنی باشه بذار باحالش کنیم دیگه میگم یک میلیارد سکه طلا من به شما میدم این دو تا آپشن به این خانواده دادم گفتم یکیشو انتخاب کنین یا 9 تا یا یک میلیارد سکه هر کدوم خودتون میخواد دیگه اینا توی این موندن و هیچوقت به من جواب ندادن اصلا دیگه ما قبل از اینکه مثلا جدی تر بخوایم بشیم رابطمون پاشید اصلا رفتیم و من به قنار نجات پیدا کردم یعنی یعنی رابطه تو با این دختری که باش هفت سال بودی از بحث مهریه رفت به سمت فروپاشی خانوادگی نه 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 اصلا رابطه آریدی خیلی بد بود منم اصلا نمیخواستم با این آدم باشم ولی چون بچه بودم توی رابطه گیر کرده بودم نمیفهمیدم فکر میکردم دیگه باید توش باشم بعد مثلا یه روز من تو اتاق خودش که تو واقعا نمیخوای از من خواستگاری کنی گفتم که نه سک... چیز... چی... یه نمیخوای به من بدی من دستام کردم توی یه دونه گافتنده و بغلم تو آفیسم داشتم بازش کردم یه دونه ده هزار دلاری در آوردم گذاشتم رو میز آمریکایی هم گذاشتم رو میز گفتم که بیا ده هزار دلار برو واسه خود یه دونه انگشتر بخر بعد رفت واسه خودش انگشتر خرید و من انگشتر داد به من که من این انگشتر مثلا یه روزی بهش بدم بعد من شبش ندادم <applause> بعد تو این پروسس هم هی صحبت دیگه بود دیگه مثلا میگم خب مثلا مهریه چقدر می‌خوایم بکنیم مثلا بعد خب اوکی این بحث جدی اگه یه روزی خواستیم بشه حرف اینو زده باشیم مثلا بعد من گفتم من پریناب میخوام یعنی اینکه امضا کنی من هرچی دارم مال خودمه وای دوباره نه و فلان و من اصلا به برخورد برخورده تو این حرف رو میزنی و گفتم ها چی بهت برخورده خیلی, خیلی ساده یه چرا که نه ما امضا میکنیم که من هرچی پول آوردم تو این رابطه مال من میمونه هرچم تو پول آوردیتون رابطه مال تو میمونه پریناب اه... پرینا منیشی نیستش که همیشه همینه مال قبلشه یعنی اگه من تو میام تو رابطه با هم بعد با هم دیگه ده میلیون دلار پول در اون ده میلیونی که با هم درآوردیم نصف نس نصفه ولی اگه من 100 میلیون تو حسابم بوده که با اون 100 میلیون هم استفاده کنیم که این ده میلیون در بیاریم اون 100 میلیون مال من میمونه ولی اگه پرینام نشه بشه اون 100 میلیون هم امکان داره بگاوره بازم متفاوته داستانش ولی اینه معنیش منم گفتم به دخترم گفت من نه من پرینام نمیخوام اون حرفا گفتم که نمیخوام منم نمیخوام مامانش اومد تو داستان بعد مامانش گفت که آره سوالی خیلی حرف بدیه میگی پرینام گفتم دایوس تو داری من مهریه میخوای وقتی مهریه میخوای شعورت نمیرسه اون چیز احمقانه و, و بدیه این بیزنس نیست گفتم چه جوی بیزنس نیست تو داری برای من از من امضا میگیری که من قرار با این آدم بمونم تو داری جریمه من جریمه نقدی میذاری که مگه نخواستم این پتیرا رو بمونم باش بعد انقدر سکه طلا بدم که بخوام ولش کنم بعد فلان 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 به سال و تو میگی بیزنسی نیست چی از این بیزنسی تره این بو مهم مهمترین بیزنس زندگی منه چه کوسچری تعبیر من این بیزنس نیست بعد مامانه گفت آخه من دختری که من تربیت کردم من میدونم این دختر هیچ وقت نیست حالا دختر پتیاره گل دیگه یعنی جی جی مکس آ. ولی میگه آره این دختری که من تربیت کردم اینجوری نیست دختر گله حالا من تو مغزم میدونم دخترش جنده است ولی نمیخوام بهش بگم هم <applause> گفتم که گفتم از شما یه سوال میپرسم شما الان حاضری بنویسی که بگی این دختری که الان شما تربیت کردی 15 سال دیگه همین آدمه هیچ چیش عوض نمیشه گفت نه گفتم خب پس تو که دخترت نمیتونی بهش اعتماد کنی چرا انتظار داری من بهش اعتماد کنم این آخرین جمله بود که من به مامانه زدم که دیگه مامانه قفل کردی مثلا فکر کنم مثلا هفت هشت تا مامان بک فورت رفت دید هیچ جواب نداد اوکی سوهل جان دیگه امیدوارم خودتون به یه چیزی برسید مثلا ها گوشی رو کرد و خدافزی خدافزی آه من فکر کنم همین رو رو بوده اینترکشن داشتی سینما شو گرفتی اینا نگو تلفونی بوده تصدیر سازی میکردم سوهل گفت تو ببین مادر دستی کرد اونی که تو گفتی اونی که تو گفتی جلو اون بود بعد مهماش گرفت گرفتم ببین من هم چون فکر میکردم این میزی یه مثلا پشتش استخر تو مثلا یه مهماش ببین ما گرفتی گرفتی ما در فیلش کنسی نه خانم نه اصلا من بودم من گفتم که آقا من اصلا نمیفهمم این مهریه و اینا چیه بعد کلا من چیزی که مثلا باش مشکل حالا بعد من این مشکل بعد اصلی من با دختر به تو میگم راجع به پول ولی حالا تو به من لطفا بگو نظر راجع به این اتفاقی مثلا افتاده چیه تیک چیه اون حرفی هم که اضافه کن ببین اول از هر چیزی که باید بگم تایتل تایتل خیلی خیلی تریکی و خیلی کثیفیه به خاطر اینکه الان با درتی شو میشه به خاطر اینکه من میخوام بخوام حرف بزنم راجع به مهریه خب مهریه رو اصولا همه جای دنیا ندارن خیلی توی میدلیست داریم و یک جایی که کالتن و قبیله هستن یا با مذهب میاد دو حالت ازش ما میتونیم بگیریم یکی که میگه آقا آن چیزی که من در ازای بودن با تو میدم چون دوستت دارم میشه یک هدیه که این حالتیه که خارج از بحث مذهبیه یه حالت دیگه اش هست میگه می که میدی جهت نکاه که سندیتی هستش برای اینکه که تثبیت بکنه زن و جایگاهشو باید. که به این راتیم توی این طلاقش بدی یعنی زمانته یعنی یک جوری به عنوان زمانت از چهات میکنه که من نظر شخصی خودمه نظر شخصی من اینه که از لحاظ انسانی امریس فاسد از لحاظ اون چیزی که اتفاق میفته اون چیزی که واقعیت امریس قابل قبول به خاطر چی به خاطر اینکه اول لازم انسانیش بده صحبت بکنیم پیه خورده اونایی که جپه میخوام بگیرن فش به من بدن نه این حرف بیزنه قدش هم کوتا اونه که میخوانه اینو بگن یه ده سانده دارن رو قد ما قدت واقعا چند داره من تا نپرسیم قد چند داره هم به تو گفتم من قبلا به تو من قدم تو ویدیو هم یک کنه ولش کن قد من حالا من یک کل دو هم من به حضور است که ببین میگه علاوه انسانی من اینو میگم که آه این چیز مورد قوان نیست ما میگیم از لحاظ انسانی زن و مرد با هم برابرن ولی در واقعیت اینطور نیست ولی در واقعیت اینطور نیست حالا الان, الان یک سری قاطی میکنن میگن نه چی الان میریم جلو تو دونه, دونه میریم جلو این از یه تایتل کلی این از باعت انسانیش لحاظ همین واقعیت که صورت کردیم که میاد توی بخش اینکه به مذهب و فرهنگ ما میرسه حقیقت اینه که یک زمانی تا به الان مرد زن رو میخره و زن تمایل به فروش رفتن داره مثل بز نه یعنی من... نه نه قبول ندارم نه. مامان بابا ها رو میفروختن نه خب نه خودشون هم تمایل اون حرف تو درسته اون, حرفتو اون حرف تو مال زمانیه که تو قدرت تصمیم گیری نداری خب برمیگرده به یه خورده عقبتر یا برمیگرده به یک سری سنت های خیلی خاص حرف درسته این وجود داشته من در مورد تمایل شخصی زن و مرد صحبت میکنم یعنی مرد تمایل خرید زن رو به عنوان کالای مصرفی داشته است بیشتر و میتواند داشته باشد که این چیزیست که در استمرار حال ما میگذره یه حالت دیگه هم داره که زن یعنی این سایدش ساید دیگه که زن هم دوست داره کالای مصرفی باشه مثلا برای مثال این مرده که توی تاریخ خار خودش رو گایده کار بکنه و زن سعی کرده خودش رو شکیلتر زیباتر گرونتر بکنه به نسبت اینکه که بخوای ببینی پا به پای تو داره یه حرکتی میزنه میاد جلو حالا الان یه سری قاطی میکن میاد این, چهر... این حرف یعنی چی کس کشه, کچل پنی سانتی قدتم قد که یک کشسته این یارو اومده یه چیزایی میگه داستان اینه که آ جیدن هم بچه‌ها دو تا چیز دیدن در اینترنت آقا این مغلطه که من میگم سوال چطور مغلطه یه بز خیس کردی آقا چه مغلطه این مغلطه کی بهتون یاد داده نه این مغلطه یه کیر وارونه بود این مغلطه پیرمرد مادر جنده است <تصحب> اصلا این مغلطه اسمایی میذارن رو مغلطه نمیدونم فعلا این زمین خیلی لغزنده از این <تصحب> پیرمرد مادر قبل است آقا من حرف میزنم فقط حرف بزنید خیلی خوبه حالا داشتم چی گفتم؟ آ. ت ت ت ت ت ت ت ت چی داشتم میگفتم مغلته کردم دادم رفت. <تصفح> داشتم <تصفح> میگفتی که از نظر انسانی درست نیست، از نظر چیزام درسته چون دارن خیلی دل دوستا خودشونو بفروشند، مثلا. من خلیه. من از تو یک سوال دارم، سوال اقتصادی. تو به من کمک کن که به یه نتیجه‌ای برسیم. قبل از اینکه بیام سراغ، یه دقیقه تو رو بذارم چون زنتن خوشگله. بچه ها که مدل ما رو نگاه میکنید من از شما یک سوال دارم وجدانن از جنوب ایران بچه های جنوب کالیفرنیا بکنه های غرب بکنه های اینور ها همه مدل ها عزیزا تاج سرای من سرورای من چند درصدتون وقتی که آبتون میاد تمایلی که قبل از اینکه آبتون بیاد و نسبت به جنس مخالفتون دارید و فقط به خاطر اینکه حفظ موقعیت بکنی نیست که طرف رو بغل میکنید و همون حس و انتقال میدید وقتی که ارضا میشید وجدانن وجدانن بچه ها بیایید بنویسید من با آقایون صحبت میکنم بیاید بنویسید زیر این, این ویدیو که آقا که من اینجا اگر ن... ببین اونایی که هیتر منی تو ویدیو بعدی فوشین نه, اینو بدید جاش اونجاست یه دقیقه کنترل کنید اینو بنویسید به نتیجه برسیم که آقا من مشکل جنسی و فکری دارم یعنی اینکه یه حقیقتی است بین ما مردها که زن تا اونجای قشنگه که هنو آبت نهیمده حالا من از تو میخوام یه سوال یه سوالی بپرسم یک فرض بر محال میزنم که کمک میکنه به حرف زدن همونطوری که دکتر رفتن تو کمک کرد برابطه جنسی من میخوام تو بپرسم من میخوام از تو مامو خود تو از اینه بردشی بسن از من تو میخوام بپرسم سوال اقتصادی احساس رو از دو جنس زن و مرد بگیر کانشسنس و تکنولوژی و فناوری و سیویلیزیشن اصر نوبین جهانی و تکنولوژی رو بیا رو کار آن چیزی که انسان بهش میاندیشه میاندیشه تو اگر احساسات نداشته باشی و در پس اون نیاز جنسی نداری چی کار با زن داری؟ بهترین آشپز زنه بهترین کتاب نویس زنه بهترین خیاط زنه نه بهترین اصلا میگم باشه من میگم هست من حاضرم غذا بد بخورم لباسم بول... نپوشم نه, نه 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 دیگه <applause> نیست تو بهش تو دیگه نگاه جنسی نداری تو دیگه نمیفهمی من یک مثل یک فرض بر محال بد زدم تو دیگه زیبایی زنو و احساسات رو نمیفهمی تو یک دستگاهی هستی که داری کنترل میکنی ذهن تو و تنها کاری که من اصلا هیچ کاری با خانم ندارم دیگه اصولا ما با مردها کار داریم پس این حرفا نیستش که حالا من بعد تهش هم به خانم توضیح میدم چرا داریم میره جلو اولش که من ابا ندارم از گفتن اون چیزی که هم واقعیت دارد هم و میتونه حقیقت هم دارد یعنی واقعا در هر دو حالت رو داره هر فکر هم واقعیت داره هم حقیقت داره یعنی یک چیز 100 درصد ابایی درش نیست پس زن و مرد برابر نیستن ما افع خاصیم اینو بدیم تایتل تا بیام جلو که آقا زن نمیگه مرد... کی بهتره میگه برابر نیستن حواستون باشه نه من گفتم چی بهتره من گفتم نه. <تصفح> دروق نگو. دروق نگو. تو حاضری. نه تو نه دروغ نگو دروغ نگو تو حاضری تو حاضری تو حاضری تو پسری که تازه رانندگی یاد گرفته تازه تو تونسته یه خلبان بشه رو بری بشین تو هواپیماش دختره و جیدانن نه خب هیچ کدوم هیچ کدوم من مادر جندگی تکاسیه میخوای زنده بمونی باید بری باید دیشبش, باید دیشبش با دو نفس حالاتی کردیم آخه دیشبش با دو نفر حالاتی کردیم که جفتشون دارن مرسی حالات پهیم میشن بعد دوشتر فکر میگم که من حاضرم برم سبایی که حالات پهیم امکان نداره جواب ولی اگر تو مزه انتخاب کن پسر رو انتخاب میکنم همون شد و رفت آقا یه عدل و یه عقل و خردی داری این توهین به خانوم ها نیست این هیچ توهینی به خانوم ها نیست خانوم ها مشکل هورمونی دار... چرا منو تو همچین برنامه بردی خانوم ها مشکل هرمونی دارن مستدل نیستن محکم نیستن استدلال ندارن و یک خوره کندن یه یه بابایی داشت صحبت میکرد معلا میرزم به مهریه چرا اینا رو گفتیم و الان برمیگردم به خدا این یه علتی داره دارم میام چه من دارم داشت می... تنفر تو به خانوم اصلا اینجوری نیست به خدا ولی یه چیزی رو خواهد اضافه کنم <applause> ببخشید من یه چیزی رو کنم 90 درصد چیزایی که من هر وقت میام همه من 90 درصده ولی 10 درصد خانوما خوبن و وقتی خوبش رو پیدا میکنی باید یه پدستیش <تصفح> نه تو خو... بابو... خودت زن رو داری گاله جنسی میبینی اقتصادی خب معلومه میخوام با خانم چی س... خانم من با خدا اگم جدی بشون این آواره نیا چون این, این چیه یعنی هلو یعنی جون تو از تو هم یه بزخری سوهل اقتصادی تو هم میخوای داشته با دوست... از... اومدی درست کنی خراب کرد اومدی دوست رو. زن خوب از... نه 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 زن خوب داره میگی اصلا... اصلا شما داریم جنسی تو زن خوب میگیری باید ببین بچسبی من دارم بهت میگم من, من دارم زندگی میبینم سقط... زندگی تو رو دیگه من یه دونه پیدا چاس. کردم اونم باید مثل سگ روش کار کنم که خوشحال باشه و زندگی اون خوب بره جلو یعنی اینجوری نیستش که ریلکس میتونی از فعل جمع استفاده بکنی اگر آدمی باشی که اله ات... علت... چیز بشی همکاری باشی نه نه من الان رو شیر نمی کنم. من بعد از اینکه که مامانم رو کردم با تو دیگه نمیتونم <تصفح> <تصفح> من خواهی نو تو, تو آن دیدم تو ویدیو ویدیو آره شب شب خوابش <تصفح> 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 چیزه داشتم اینو بهت میگفتم اینو گفتم که زن و مرد با هم برابر نیستن من زن و از من نه یه چیزی که از زن لازم مشکل داره احساساتیه کمی کنده یه کسی اومد یک مثالی زد که ببین چه مغلطه به این میگن نه به حرف من گفت دو هزار ساله که این مردها بودن که تونستن درس بخونن یاد بگیرن و بیندیشن پس انتظار میره که شما دو هزار ساله دیگه وقت بدید به زنها تا این برابری در رشته های مختلف و تکنیک های مختلف و علوم مختلف با مردها برابر شه یعنی اگر امروز بچه تو مومو کمیر مدرسه مثال میزنم نمره از پسرت کمتر میاره به خاطر دو هزار تکامل ژنتیکی کروموزوم های زنانه است که نمیتونه بفهمه نه به خاطر بافت حضورش حالا من یه سوالی از شما دارم دو هزار سال دیگه باز چهار هزار سال تمدن انسان هست زن <xempeople> <laughs> با زنها کودم به حساب میان که پس ایش موقع مرد نه تو با کیمیا <applause> همینو به بت... یه جور دیگه گفتم و کیمیا نتونست یعنی یه دختر آوردم این بحث باش کردم و کم آورد بهش گفتم که کیمیا الان ما میدونیم که پسرا میتونن خفن کار کنن موشک بسازن نمیدونم تلفن اینونت کنن هر گویی که دیگه میخورن ما اینو میدونیم فور فک پسرا میتونن بکنن تو داری میگی اگه دختر رو برن زحمت بکشن میرسن پس میتونی قبول کنی که میگی ما الان فور فکت نمیدونیم دختر رو میتونن یا نمیتونن من نوعی خودم باور دارم که میتونن فکر میکنم چند آدم های دیگه هم هم که میتونن ولی بزا بره تو تجربه ببینیم پس بگو 99 درصد پس اگه بیای بگی میشین پس خانم 99 درصد خوا... آقایون 100 درصد پس عقب 1 درصد دیگه پس واقعا داریم صاحب میکنیم مردا تو موقعیت زندگی الان بهترن نه نظر این که برتریت داریم ببین مدلمون فرق داره بس چی داریم من ببین مثلا زندگی میگم زندگی اگر... زندگی یک مسابقه است اگر تو تو مرد نباشی که خونه رو زندگی تو مدیریت بکنی اوکی هم این که بتونی یک سقفی رو بسازی یک آشیانی رو بسازی هم بتونی محافظت بکنی هم بتونی رشد بدی هم بتونی کنترل بکنی اوکی رانندگی توی جاده مسئولیت پذیری های بهداشتی روانی تحصیلی غیر و زالک هوشمند بودن توی انتخابات توی رابطه زن و, و شخصیت و انتخابات اگر نتیجه تمام اینا برتریت نیست در جهان هستی در این کره زمین اسمش چیه آقا یا تعارف داری یا نمیخوای بپذیری دو حالت بیشتر نداره من در مورد اینم میتونم صحبت بکنم که بخشی از م... ببین زن به خاطر میگن که یک جمله مذهبی که میگه و خداوند زن و مرد را جفت آفرید به شدت درست و کاربردی به خاطر اینکه مرد داره خودش رو جر میده برسه به زن برتر یعنی میگه اوکی باید وی نقد سغرا رو دارم سیبیلم هم داره ولی کس هم داره اوکی فامیلمون هست انقدم لب داره پاشم اینه شطور میمونه انقدر سینه داره جمعه میریزیم پشتی کا... میدیم چی میخوریم پول شیرم نمیدیم علنا ماسپندیه هست بایده بینیم ولی یه دختر هست تو کوچم را میره آه من به من میاد دو حالت داره یک اللحاظ جنسی میخوام مال من باشه دو به مردهای دیگه میخوام ثابت کنم این مال منه کاری که تو خودت هم میکنی و ازش لذت میاری نه که بده تو ببینید بی من چیزن زیبایی دارم نه همه مردم اوکی پس یعنی تو جهتگیریت نسبت به زن اکتسابیه دوست داری کسبش بکنی پس یک جوری در زندگیت باعث این میشه که تلاش بکنی زن به خاطر اینکه میبینه مرد همچین حالتی بهش داره هم مثالی هست که توی صحبتون کردم که یه بنز میاد بغل یه آدمی که 2000 نرزه بوق میزنه میگه بالا چون سیخ کرده تو اون لحظه زن وقتی همچین موقعیت ببین این حرفه من نسبیه لطفا یه خانم دکتر محترم یک فیزیکدان یه, یه ریاضیدان نیاد یقه منو بگیره من دارم درم 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 بایده بایده. میکن. در کل صحبت میکنم در کل شما نمیتونی به جزء تر خوش میسوزه ما در مورد اجتماع صحبت میکنیم به من مربوط نیستش که چهار تا پروفسور اینجا هست اینجوری این جوری اون جوری من دارم تو کل صحبت میکنم اگر شعور داشته باشی میفهمی شوش این توضیح من اضافه این کاملا قبول دارم واقعا من چون واقعا ببین مثلا بذار اینجوری بگم حرف حرفی که من دارم از رضا میفهمم و ببین اگر یه زن و شوهر با هم ازدواج کنن یه زن و, یه زن و مرد با هم ازدواج بکنن و توی خونه باشن و این مرد پول در نیاره زنه هر روز میکوبه تو سر این مرد که تو بیورزی تو گس کشی تو بدبختی تو فلان, تو فلان تو فلان تو فلان تو فلان اگر این مرد موفق باشه تو زندگی مثلا میگه, فکر می تو تو دا. دا. میگه ما ساختیم اگه مرده باید بگه من مثلا یه خونه خرم یه خونه ما من دیدم اینو یعنی حواسشون از یه بارم نمیزن زیبا مثلا بزر... اصلا موضوع یه چیز دیگه است به باغون میگه چه اهمیتی داره اون میگه خونه 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 خوب تمیز کنی خونه ما رو خوب تمیز کنی هم... بعد ولی اگر مرده پول در نیاره خانومه پول در بیاره مادر مرده که میگه هیچی ترکش هم میکنه میره چون میگه و وقتی هم میره به یه خانم دیگه میگه خانم دیگه ساپورتش میکنم میگه خوب شد اون سهیل آشغال بیورزرگوشی رفتی اون چی بود مرد میخون تو خونه گل میکشی سفتش چونه حرف درسته به خاطر اینکه مرد وقتی با زنش دعوا میکنه نمیگه من خرج میدم ولی اگر زن یک درصد ناناور باشه بغل زنش هم دهنتو میگاد و این یک چیزیه که من میگم باید مقابل فمینیسم ایستاد به خاطر این که اگر زمانی ببینید دختر گل من راجع به اون دختر عزیز مهربونی که تو روستا ساده کار میکنه سرش پایین من دارم در مورد یک کل صحبت میکنم شما داخلش هستید یا نیستید خودتون میتونید خودتون رو جدا بکنید چون من یه ویدیو گذاشتم گفتم بعضی از شما هست که احمقید آیدی تو منو فالو میکنین من گفتم بعضی ولی چون هر کی که اونجا بود فالو کرده بود میگفتن ولی با همه ما تو این یه احمق خود. دیگه خودت انتخاب میکنی توش هستی یا نیستی این از این اگر زن برسه به قدرت یا اول... پله منه <applause> آره اگر زن برسه به قدرت اولین کاری که میکنه توسعه نیست خاره مردو گاییدن این اولین کاری چیز... که میکنه دنبال ام... یه یعنی نفر دیگه است که تو رو ریپلیس کنه یعنی میگه من یه زن موفق شدم میخوام دیگه برم از لحاظ لحوزه... سیاسی اجتماعی گفتم یعنی اگر به جای نه. اگر حکومت ران بشن اولین کار ببین دیدی مثلا چه های این برنامه هم چی میخواد بشه دیدی سگ کوچیک چه واق واقعی میکنه ولی سگ های گنده زیاد فارسی این هم مثاله این مثاله اینجا صدق میکنه خاک بر سر تو با این زن خوشگله گوش کن چیزه رو دیگم زن مامانه زیاد چیزه گوش کن تو پس این در حالتیه که ما داریم در مورد جامعه ای صحبت میکنیم که سیویلایز شده در گذشته و در خیلی از جاها و در خیلی از سنت اینطور نیست و این قاعده کار میکرده که مثلا در عربستان زنو میخریده یا ما بابا همین الان تو آفریقا این برنامه تلویزیونی نشون میده تو همین الان داریم تو کشورهای دوست آفریقا اونجا که هست میگم هر چقدر سنی بومی یک سری فرنگا هستن که میگم من اینو خریدم بعد حتی تو یک شرایطی حافظ چیز مالک جانش هم هست یعنی میگه که این زن منه یعنی مثل پاپت میمونه من نمیگم این... این مال منه یعنی هر موقع خواستم میزنم ترنافش میکنم تمومش بره به الله به لقل کراس تموم شده رفت <applause> یعنی میگه آقا همه چیش مال منه این دیدگاه وجود داشته هست و میتواند وجود داشته باشد در این نوع بافت از جغرافیای فرهنگی و مذهبی و اعتقادی حالا نکته که وجود داره زن اون روز زنی نبود که بیاد تو رو بگاد و وقتی که مرد این هزینه رو میکرد بابت مهریه براش دلخوشی بود نمیشه اینو ندیده بگیری یعنی برای یک زنی که در زمانی که کله همو میزدن آدما کسی به کسی رحم نداشت در, در, خیلی از زمانهای خاص تو خیلی از جاهای مختلف وقتی زن میدید پشتوانه هم میتواند داشته باشد در زندگیش معنیش فرق میکرد این هزینه به چیزی که الان ما تا قبل ما داخل ایران آمارش تا قبل سال 97 96 بابت مهریه مردا توی زندان بودن مرد توی رابطه زن و شوئیش هیچ موقع زنش رو محدود از محروم از زندگی نمیکرد ولی زن و خانوادهش برای مفتخوری وعده داده شده یک مرد رو از حق زندگی کردن و بودن در اجتماع سلب میکردن ببینید نشون میده که زن چرا میگه 97 قانون عوض شده؟ عوض شده الان بالای مثل این که بالای 100 میلیون الان چیز غذاییه تعریفش اینه که دیگه فهمیدن دیگه حتی قانون حتی داخل ایران که بر اساس دین فهمید آقا این چیه؟ مرد اومده ما هزینه <تصفح> کردیم توی دیدی تر به کیر این کیه؟ <تصفح> تازه اونم تو ایران دا... که همه حقا مال مرده باز یه تونست رنگاشی شو این آخه آخه ببین ببین آخه این نکته است میگه آقا یک جامعه چقدر باید هزینه بده تو سگ برای مثال رشد بکنی مستور نمیگم دارم تو کلی بچه چون به تو نگاه کنم دارم با تو حرف بزنم این سیام با حرفم اومد تو یک سعی آقا یک جوان چرا من اینجا یه بچه رشد بکنه تو جامعه تو کوچه نمیره تو چیکن مادرش نمیره اینا هزینه داره برای کشور بیمش فلانش داستانش رشد کنه بره مدرسه کیر دراره ای چنتا یک آن کیر آه اول در میاره فلان شه بیزار اولین بار الان وسط این معامله زن و شوی جغ من رو بخواد چیکار کنم جغ زدم تو صورت چیه میگه؟ یه نمیف... عدد بگو دیگه بگو 9 10 من چه میدونم چی جغ زدم من الان نشستم دارم میگم حق مرد زن تو فلان میگی که جغ زدی آخرین با این چه حرفی میزنی تو خب من هفت سالگی من دارم تو هفت سالگی جغ زدی آره نمیدی چه حالی داد ریختی رو خودت نه میختی بشی آب نمیاد که بچی هیچی فقط همجوری ارگزم میگیری و میمونه علی ارگزم میاد دو ثانی ارگزم داری تموم میشه اون تموم نمیشه همینجوری میموند شاید دخترها اینو دارن که میگن ما مثلا آن لیمیت ارگزم داریم مشکل اد... جنسی بودی نه نمیومد تا چارم در بستان بس یعنی دیگه. چی؟ میزدم بعد مثلا همجوری آه میرفتی تو اومدن بعد از چند دقیقه مثلا نه چند دقیقه مثلا مکسوم چیزی 45 ادامه بدی بعد از مثلا 20 ثانیه تا 45 ثانیه درد میگرفت یه ها از ارگزم می میشد به درد بعد باید ول میکردم بعد تا یه روز تو این مدت شروع زدن و این حال آره دست میاد. میداد آره بعضی که میومدی وای نمیستی. همینجوری میرفتی تا بعدش یه روز یه, یه قطره اومد بیرون یه قطره یه سفید رنگ سهی زنی دادن به پس هم, هم. گفتم این این جوجه اومده این بهش میگن آ فلان اینه گفت آره گفتم اوکی دارم میگم دیگه مات شدم اون چه آپیر شناسی بوده تخصص اون اخه من یاد داده بود دیگه اون پنجم دبستان بود من اول دبستان اون به من یاد داده حالا من خدا الان تورنتو بس این چه اونایی که شنده اینا کی نیت افتادن ادای نداره میگن که هم چیزی به رپ دارم کوسه معزه یکی جلو تلویزیون نشستن و این چیزا اینا نشرفتن چیز حق مرد اینا چقدر طول میکشه که تو تو جامعه رشد بکنی بیای تو اجتماع بعد یه زن بیاد به خاطر خودکامگی اینش تنفروشیه دیگه این دیگه معنی اون روزگار رو نداره که تو این خود پروستیتیوشنه این دیگه معنی و روزگار رو نداره که تو یک چیزی رو به عنوان پشتبانه زندگی خودت داری نگرم تو داری الان بچه تو میفروشی یا خودت داری و تصمیم خودت خودت رو میفروشی و از قانون تو استفاده میکنی حق طبیعی زندگی یه آدمی که براش خرد شده چه خانوادهش چه جامعه بکنیمش تو زندان زم... من طرف تو زندان شما بفرمایید هفت نفر کردم شما بفرمایید شش تا زن و فلان کردم شش تا مشوش س... شما بفرمایید مهریه آخرین جرمه ورش داشتم این ایالت ورش داشتن ولی این نشون داره میده که زن تمایل به فروش رسوندن خودش رو بیشتر از مرد دارد در بحران اقتصادی این بگم به پاشی بسته بگو به پولدارترین زن دنیا دلیل پولداریش طلاقه بیا. کیه؟ <applause> زن جف بیزوز صاحب جف اگزوس کیه؟ صاحب آمازون پاک تو سره هم کچله رو میگه اولا فهمیدم بهش دردی نمیخوره دایوس ولی یه چیز خیلی جالب بیاد پشتون بریزه بعد از اینکه زنشو طلاق داد بهش 32 بیلیون دلار پول داد توی یک سال بعد بالای 40 بیلیون پول در آورد یعنی تمام پولی که به زنش داد و سال بعدش به علاوه 20 درصد سود در آورد کننده است طرف کننده است این طرف اینجا کننده است زنم اومد سری دو, دو بیلیون دلار دونیشن داد که من خیرخواهم و فلان که اسمشو خوب کنه گفتم عجب کار جیجی جی بازی رفتم آمارشو نگاه کردم دیدم همش فیلمه فقط داره پول چک می‌نویسه به این مرحله که اسمشو بزن تو روزنامه بگن که این آدم خوبیه و مفخور نیست من در مفخوری بیش نیست این یه چیز واضحه واقعا چرا این زن 35 میلیون دلار حق داره چون با این مرده توی علت خونه علت بوده علت بگم ما تو اروپا رو خب <applause> چیز... چیز... طرقانی... این حالا طرف خودش اومده گفته آقا از زندگیمون اینقدر سهم برای من یا هر چیزی که بود نه قانون پر... قانون میگه نداره پنجا پنجا هست اینجا همه چی پنجا پنجا نصف میکنه اصلا خب نه حالا مثلا توی اروپا من تو اونجا که میدونستم این بود که من تاپیکی نیست که دنبال بخوام بگم میدونستم که اگر بخوان به هم چیزی رو میدن یعنی اینجوری نیستش که بگی 50 50 من مال اروپا رو آمار ندارم ولی کانادا و آمریکا زوری من برای خیلی وقت پیشه من دقیقش منم نمیدونم